صادق هدایت به روایت تصویر، شرح حال صادق هدایت به زبان خودش. صادق هدایت در 5 سالگی با لباس سفید همراه با خواهران، برادران و عموزاده هایش در باغ پدر بزرگ نیرالملک. صادق هدایت نشسته سمت راست. این مردمی که میبینید یک گله گوسفند هستند که نه فکر دارند و نه جرأت تلاش. به قدری در زیر فشار فکر عرب مسموم شده اند که از هستی خودشان بیگانه اند. در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود با کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند. و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخر آمیز تلقی بکنند، زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراءالطبیعی، این انعکاس سایه روح که در حالت اغما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می کند، کسی پی خواهد برد؟ عشق چیست؟ برای همه رجاله ها یک هرزگی، یک ولنگاری موقتی است. عشق رجاله ها را باید در تصنیف های هرزه و فحشا و اصطلاحات رکیک که در عالم مستی و هوشیاری تکرار می کنند پیدا کرد. هدایت درباره سفر خیش به تاشکند. توی طیاره دکتر سیاسی پرسید از کتابات چی داری بده بخونم، چون اصلا یکی از آنها را نخونده بود. گفتم همراه هم نیست، اما وقتی رسیدیم به تاشکند یک دوره کامل از معلوماتم را دادم به کتابخانهشان. به ریاست عظمای دانشگاه تهران برخورد. بهش گفتم اینها همون ازبکای سابق خودمان هستند. حالا ببینید دختر بچه هاشون پیانو میزنند، باله میرقصند، تراخومی و کچل هم نیستن، سالک هم ندارند. زیر سیبیلی در کرد و رفت. همه جا نشست و گفت فلانی بلشویک شد. نقشه جغرافیایی بینداز. همه ملل اسلامی تو سرخور، بدبخت، جاسوس، دست نشانده و مزدور هستند.
صادق هدایت کاروان اسلام زندگی مبهم. اگر لوله هنگدار مسجد آدیس ابابا بودیم زندگی من هزار مرتبه بهتر بود. اون وقت باید افتخار هم کرد که هندوونه زیر بغلمون میذارن و عنوان نویسنده و غیره هم در این مملکت به آدم میدهند. اگه حوصله داشتم و رغبت میکردم که مزخرفی بنویسم اون وقت بهشون حالی میکردم و نسلشان را حسابی به گه میکشیدم. اجالتاً از دست دوست ها و مادر قحبه ها خوب مسخره شده ایم. سیاست چیز گویست، با سیاست کار نداریم، سیاست با ما کار داره. وقتی هم پاش بیفته باید حقشو کف دستش گذاشت. سارتر همین کارو کرد، با سلام و صلوات به امریکا دعوتش کردن. اولا یک ربع ساعت بهش در رادیو وقت دادن که حرف بزنه. به جای اینکه راجع به فلسفه و ادبیات صحبت بکنه، پرید به وضع امریکا، سیاها، حق‌کشی و ریسیسم. تنفرم به موجودات اینجا هزارها بار بیشتر شده. به همه چیز و همه کس مزنونم، از سایه خودمم رم میکنم. به راستی وقاحت و مادر قحبگی در این ملک تا به کجا میرود؟ حس میکنم تمام زندگیم را توپ بازی در دست هرزه ها و مادر قحبه ها بودم. دیگه نه تنها هیچ حس همدردی برای این موجودات ندارم، حتی حس می کنم که هیچ فطریت و جنسیتی هم نمی توانم با آنها داشته باشم. صادق هدایت از میان نامه ها به نورایی، شنبه 18 مهر سال 1326، قلهک، تهران 1309. در این محیط پست و احمد نواز سفله پرور و رجال پسند که شما رجل برجسته آن هستید و زندگی را مطابق هرس و طمع و پستی ها و حماقت خودتان درست کرده اید و از آن حمایت می کنید، من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمی توانم منشأ اثر باشم. حاج آقا صادق هدایت. عکسی از اطراف تهران، از راست آندره سوریوگین، صادق هدایت، مسعود فرزاد و نفر اول از چپ مجتبی مینویی و نفر دوم بزرگ علوی. خانه پدر صادق هدایت. اگر باورتون نمیشه برید از اونایی که دو سه خشتک از من و شما بیشتر جر دادن بپرسید. گیرم که دوره بروبروی توپ مرواری را ندیده باشند. حتما از پیروپاتالای خودشان شنیدند. این دیگه چیزی نیست که من بخوام از تو لنگم در بیارم. عالم آدم میدانند که در زمان شاه شهید توپ مرواری توی میدان ارک
شق و رق روی گنداغش سوار بود. بر رو بر نگاه می کرد. بالای سرش دهل و نغاره می زدن. هر سال شب چهارشنبه سوری دورش قلقله شام می شد. تا چشم کار می کرد مخدرات یائسه بیوه های نروک ورچروکیده، دخت های تازه شاش کف کرده، ترشیده های حشری یا نابالغ های دم بخت از دور و نزدیک هجوم می آوردند و دور این توپ طواف می کردند، به طوری که جا نبود سوزن بیندازی. اون وقتا اونایی که بختشان یاری می کرد سوار لوله توپ می شدن و یا از زیرش در می رفتن، یا اینکه خیلی دخیلی به قنداقه و چرخش می بستن، یا اقلن یه جای تنشون رو به اون می مالیدن. به خورد نداشت که تا سال دیگر به مرادشان می رسیدند. زنهای ناامید امیدوار می شدن، ترشیده ها ترگل و برگل می شدن، خونه بابا مونده ها به خونه شوهر می رفتن، زنهای نروک دو سه تا بچه دوقلو از سر و کولشان بالا می رفت و بچه هایشان هی بهانه می گرفتن که ننه جون من نون می خوام. قراول نگهبان توپ هم تا سال دیگه نونش توی روغن بود. دو تا چشم داشت، دو تا دیگر هم قرض می کرد و توپ را می پایید که مبادا خال شلخته ها بلندش بکنن و تا دنیا دنیاست آن را وسیله بخت گشایی خودشان قرار دهند. توپ مرواری، صادق هدایت. امروزه اگر کسی بطلان افسانه های مذهبی را ثابت نماید چندان کار مهمی نکرده است، زیرا از روی علوم خود به خود باطل شده است. صادق هدایت، ترانه های خیام. نه ذوقی، نه هنری، نه شادی، همه اش دزدی و کلاهبرداری و روزخونی. ما در حال تعفن هستیم. صادق هدایت، حاجی آقا. صادق هدایت و معشوقش. هیچ وقت در کیف‌های دیگرون شریک نبودم. همیشه یک احساس سخت یا یه احساس بدبختی جلو منو گرفته. درد زندگی، اشکال زندگی، اما از همه این اشکالات مهمتر جوار رفتن با آدم هاست. شر جامعه گندیده، شر خوراک و پوشاک، همه اینا دائما از بیدار شدن وجود حقیقی ما جلوگیری میکنه. یه وقت بود داخل اونا شدم، خواستم تقلید سایرون رو در بیارم، دیدم خودم رو مسخره کردم. هرچی رو که لذت تصور میکنن همه رو امتحان کردم، دیدم کیفهای دیگرون به درد من نمیخوره. تاریک خانه. هیچ وقت نه مسجد، نه صدای اذان، نه وضو گرفتن و اخ و تف انداختن و بالاخره نه دلا راست شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تأثیری نداشته است. صادق هدایت. کدام مذهب است که توانسته باشد 5 دقیقه از شرارت بشر بکاهد؟
برعکس میبینیم همیشه تعصب و خرافات و حماقت بشر را برای پیشرفت مقاصد خود دستاویز قرار داده و یک میانجی کشیش یا آخوند لازم دارد که کلاه مردم را به امید بهشت و بیم دوزخ بردارد و به ریششان بخندد. توپ مرواری. اندیشیدن با شک آغاز می شود و شک آغاز اندیشیدن است. شک به آنچه که به تو گفته اند و تو هم باید آنها را بی کم و کاست بپذیری و آغاز اندیشیدن و زیر سوال بردن همه آنها و پرسیدن دوباره پرسش‌های بنیادی فلسفی و کوشش برای یافتن پاسخی خردمندانه برای این پرسش هاست. خیام تنها اندیشمند و فیلسوف راستین و استخواندار بی همتای این وادی در گستره زبان کلاسیک و کهن فارسی است که همه اندیشه های گذشته را به دیده شک نگریسته و به زیر سوال برده است و صادق هدایت نیز که شاگرد راستین خیام و نخستین گردآورنده ترانه های خیام است تنها کسی است که خیام واقعی را شناخته و به ما شناسانده است و اگر ما اکنون خیام را میشناسیم از دولت سر اوست و همه نسخه های ترانه های خیامی که پس از او نوشته و گردآوری شده است بدون استثنا تقلید بازاری و ناشیانه کورکورانه از ترانه های خیام اوست. صادق هدایت و صادق چوبک در میگون سال 1326. بهشت بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست. فساد نژاد ما از بچه و پیر و جوانش پیداست. همه ایمان ادای زندگی را درآورده ایم. کاش که ادا بود. به زندگی دهنکجی کرده ایم. اگرچه به قدر اولاق چیز سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را باهوشترین مخلوق تصور می کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که به طور معجزه آسا ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد. 20 سال دلقک های رضاخان توی سرمان زدن، حالا هم صدامون در نمیاد و همان گربه های مردنی را جلوی ما میرخسانند. این هوش ما در هیچ یک از شئون فرهنگی یا علمی و یا اجتماعی بروز نکرده است. هنرمان لوله هنگ، سازمان و وزوز جگرخراش، فلسفه امان مباحثه در شکیات و سهویات و خوراکمان جگرک است. نه ذوق، نه هنر، نه شادی، همه اش دزدی، کلاهبرداری و روزخانی. ما در حال تعفن و تجزیه هستیم. از صوفی و درویش و پیر و جوان و کاسبکار و گدا، همه منتر پول و مقام هستند. آن هم به طرز بی‌شرمانه و وقیحی. مردم هر جای دنیا ممکن است که به یک چیز و یا حقیقتی پایبند باشند، مگر اینجا
که مسابقه پستی و رذالت را می دهند. دوره ما دوره تحقیر و اخوتوف است. صادق هدایت، حاجی آقا. همه از مرگ می ترسند، من از زندگی سمج خودم. عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است. خدای جهودی آنها قهار و جبار و کینه‌توز است و همه‌اش دستور کشتن و چاپیدن مردم را می‌دهد و پیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را می‌ترسند تا حسابی دخلشان را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اصلش در خون موج بزند. صادق هدایت، آنچه اسلام به ایران هدیه داد. جسد صادق پس از خودکشی با گاز در آپارتمانش در پاریس و در سال 1330. شیرزادگان، روحش شاد و به امید آگاهی، آزادی و بازگشت به فرهنگ و ادب و آگاهی خودمان و بزرگان ایرانی و ایران زمین. پاینده ایران و ایرانی.